استاد خمور ارجمند به شما درود میگویم و خوش آمد به این برنامه ما هفته پیش در خدمت شما بودیم و شما درباره صفر یا اسفار پیدایش سخن گفتید و به درازا کشید تا نیمهاش رسیدیم البته این بحثی رو که آغاز کرده ایم مدت ها زمان خواهد برد و چندی چند برنامه در بارش ایجاد میکنیم علتش هم این است که ما ریشه های تباهی فرهنگ ایران رو درست در همین جاها میبینیم در همین باورها در همین کتاب های مثلا مقدس و تا اینا رو نشناسیم شاید نتوانیم خدا اساسا تغییر بدهیم ظاهرا ممکنه تغییر کنیم نوع لباسمون نوع زندگیمون حتی نوع گفتارمون قوانینمون اما همیشه مسلمان میمونیم مگر اینکه ادیان رو از ریشه بشناسیم و آگاهانه اونها رو نقد کنیم و کنار بگذاریم هدف این برنامه ها چنین است من به شما خوش آمد میگم و چون زمان برنامه محدود هست وقتی شما رو نمیگیرم شنونده شما هستم و اگر در جاهایی سخنی برای گفتن داشتن برای تنفس کوتاهی برای شما بیان خواهم کرد بفهم با درود و آفرین بر تو مانیه بسیار گرامی و با درود و آفرین بر یاران همیشگی که هر هفته ما را در این رشته گفتارها همراهی میکنند. چنانچه گفتی در نشست پیشین به فرگرد یا باب از داستان خلقت از تورات را خواندیم آنچه که شایان یادآوری است اینکه آسمان و زمین و پری آنها با یک امر به کالبد هستی درآمدند همین که خالق گفت بشود شد در روز یکم روشنایی در روز دوم فلک ها در روز سوم گیاهان در روز چهارم خورشید و ماه و دیگر روشنان آسمان در روز پنجم جانوران و در روز ششم الوهیم گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و تمامی زمین و حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید پس آدم را به صورت خود خلق کرد یعنی پیداست که الوهیم یا ال الیون یا اون خالق ریختی آدمگونه داشت یعنی مانند من و تو دست و پا و پیکر و سر و صورت و ابرو و چشم و همین ها را داشت چرا؟ که ما را به ریخت خود آفرید پس آدم را به صورت خود خلق کرد او را به صورت الوهیم خلق کرد ببینید بازگفت یک نکته که ما یادمون نرود که آدمی هم ریخت و هم چهره نه هم سرشت هم چهره هم ریخت با الوهیم او را به صورت الوهیم خلق کرد باز یک بار دیگر ایشان را نر و ماده خلق کرد این رو، این نکته را بیاد داشته باشیم بسیار بسیار نکته شایان ژرفنگری است که ایشان را نر و ماده خلق پس آدم پیش خلق نشد ساخته نشد و ساخته نشد بلکه خلق شد این که میگویم ساخته و خلق چون خلق با امر انجام میپذیرد ولی برای ساختن شما نیاز به کار دارید کار و کارمایه و کار ابزار پس اگر بگوییم که آدم ساخته شد در فرگرد دوم خواهیم دید که آدم ساخته شد ولی در اینجا هم آدم و هم هوا نر و ماده هر دو با هم خلق شدند با یک امر الوهیم گفت زن بشود و مرد بشود هر دو شدند خب اکنون به پرزیزیم به دنباله داستان در فرگرد دوم یا در باب دوم تا جرفای روان پریشی نویسندگان تورات و خرد باختگی مردم دین باور را بهتر بشناسیم و به یاد داشته باشید همیهنانم که آنچه که امروز برای شما خوانده می شود سنگ پایه دین های ابراهیمیست. است یعنی مسیحیت با همه شاخه ها کاتولیک پروتستان یا هر چی که هست بر همین شالوده ها استوار است یک مسیحی یافت نخواهید کرد در کران تا کران جهان که دلیری کند و بگوید من این را نمی پذیرم. همین که گفت این را نمیپذیرم نمی یعنی عیسی مسیح و مسیحیت را هم از دست داده است پس آنچه که من برای شما من برای شما میخوانیم سنگ پایه این کاخ بلند دینهای ابراهیمی است اون را دست کم نگیرید و شوخی هم با اینها نکنیم بسیار بسیار جدی است سپس نگاه کنید اسلام بر همین شالوده بالا برفروش در پی آن بابیگری و بهاییگری هم همین گونه پس همه دین های ابراهیمی نمیگم دین های آریایی در هند یا در جاهای دیگر یا دین های ایرانی سرشتی دیگر گونه دارند ولی دین های ابراهیمی همه همه و همه از همین بیخ برآمدند شاخه های دیگر گونه دارند پس ما بخش یکم یا باب یکم رو به فرجام رساندیم که الهیم همه آسمان ها و زمین و پری آنها را افسون بر زن و مرد نخواستین همراه با یکدیگر خلق کرد نیافرید و نساخت خلق کرد خب اکنون میرویم به سراغ برگرد دوم این گونه آغاز میشه این است پیدایش آسمان ها و زمین در حین خلقت آنها در روزی که یهوه زمین و آسمان ها را خلق کرد ببینید در اینجا به جای الوه و الوهیم و ال الیون ناگهان سرکلی یهوه پیدا می شود یهوه پا به میدان می گذارد و اندک اندک می کوشد که جای الوهیم و الوهیم ها و ال الیون را بگیرد یهوه برای نخستین بار اینجا در باب دوم یا فرگرد دوم از کتاب آفرینش یا کتاب خلقت خب باز هم یادآوری میکنم که الوهیم نام گروهی از الهان سوریه باستان بود که بزرگترینشان ال الیون نام داشت و یهوه نام اله بزرگ یهودیان است خواهش میکنم این نکته را خوب به یاد داشته باشید یهوه خالق و پروردگار جهان نیست یا بگویم که پروردگار برای همه مردم جهان نیست یهوه پروردگار ویژه یهودیان است یعنی قوم بنی اسرائیل در میان همه باشندگان جهان تنها یک قوم بسیار بسیار کوچک زربینی را برای خود برگزید که همین تبار بنی اسرائیل یا یهودی است گفت اینها قوم ویژه منند یعنی چه یعنی این مانی بیهوده در اینجا نشسته است و سنگ این دینها را به سینه یا من یا شما همین الان بسیار ارجمندن دیگر مردم جهان دیگر مردم نایهودی هیچ به این از یهوه نکه ندارند بلکه یهوه خواهیم دید که با همه اینها سر ستیز دارند نبرد تمدن ها از همین جا آغاز می این نکته است که باید به یاد داشته باشیم حالا برای اینکه ما اینها را به درستی نشان بدهیم یا راستینگی اینها را که واجه به باوریم ناگزیریم که واژه به واژه با تورات بیایم جلو <تص> این یهوه خودش را شوهر غیرتمند بنی اسرائیل میداند یعنی بنی اسرائیل را در ریخت یا در پیکر یک زن میپندارد و خودش را شوهر این زن همسر نازنین خود این یکی را با همه مردم جهان نمیدهد و با همه مردم جهان برای پاسداشت این همسر نازنینش که اسرائیل است میجنگد هنگامی که میگوییم نبرد تمدن ها نبرد از یک جایی باید آغاز شده باشد و این نخواستین گامی نبرد هست نبرد یهوه با مردم جهان پس یهوه آدم را از خاک زمین بسرشت خب چه شد؟ مگر نگفت که در باب یکم که آدم را و زنش را هر دو با هم خلق کرد در اینجا ببینید پس یهوه آدم را از خاک زمین بسرشت یعنی کاری انجام داد با سرانگشتان هررمند خودش آب و خاک را به هم آمیخت گلی و ساخت و از خاک زمین او را بسرشت و در بینی وی هنگامی که این تندیس آدمگونه را ساخت با گل و سپس در بینی وی روح حیات دمید یعنی فوت کرد در دماغ آدم بیچاره اون تندیش گلین و آن تندیش گلی آدم نفس زنده شد همی که فوت کرد یا در او دمید در این تندیس گلی که خودش ساخته بود با سرنگشتان هنرمندش نگاه کنید در اینجا یک ویژگی خواهید دید همه آسمان ها و زمین و پری آنها را البته این گفتم همه آسمان ها نه که گمان برید من هم با اینها همراه هم که چندین آسم نه آسمان و زمین و پری آنها را همه را با یک خلق با یک عمر خلق گل, می س... گل درست می کنم. گل آدم را می و سپس یک تندیس می سازد به من و در دماغ او میدمد همین که دمید زنده می شود جان می گیرد در فرگرد یکم آدم همانند دیگر هستی یافتگان با یک امر به کار هستی در آمد ولی در اینجا یهوه او را از خاک زمین بسرشت به سخن دیگر کاری انجام داد برای انجام این کار نه تنها به کارمایه مانند خاک و آب نیاز داشت به ابزار هم مانند دست و پا و انگشت نیاز داره از... یک لحظه اینجا فرصتی بده من خیلی کوتاه بگم که حافظ همین صحنه ای رو که شما به خوبی تصویرش <تصفح> میکنید به تنز میگیره میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند پیمانه دیگه بر قالب که بر روی حافظ هوشمندانه همین واجه های تورات رو میگیره آدرس دقیق میده و میگه اینا روی مش آدم های لای و مس بودن که چون این داستان رو آفریدن بفرمایید سپاس سپاس درود بروان حافظ خب میگوید یهوه باقی در عدن عدن با این به طرف مشرق قرص نمود. یعنی خودش باز ببینید باز سخن از خلق در کار نیست سخن از قرص کردن در میان یعنی درخت ها رو آورد درخت رو خودش در زمین فرو کرد زمین رو کند یعنی کار کرد در اینجا یهوه کار میکنه و به طرف مشرق یعنی در خاور اون بخش قرص نمود و آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت این باق عدن خواهیم دید که در همین بصره کنونی همین میان رودان کنونی یا عراق کنونی است اینها رو از خود نمیگویم اینها همه نشانه هایی است که برای نمونه چون نخواهم خواند بسیار بسیار خسته کننده خواهد بود ولی از دو رود دجله و فرات نام میبرد در که اینها هر دو در کنار رود عدن میگذرند و این درود هستند که باغ عدن رو آبیاری میکنند خب دجله و فرات کجا هستند در همین میان رودا و کنار شاخابه پارس یعنی میریزن به شاخابه پارس و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و یهوه هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را یعنی درخت شناخت شایست از ناشایست یا بهتر است بگوییم درخت دانش دنبالی داستان را از همینجا نمیخوانم چون بسیار خسته کننده است که فلان رود از اینجا میامد فلان چیز چگونه شد بسیار بسیار خسته کننده و خواب است تنها دو نکته را در این بخش شایان درنگیدن میدانم نخست اینکه بارون گزارش پیشین که آدم در روز ششم خلق شد در اینجا از شمار روزها نشانی نیست نمیدانیم در کدام روز اصلا نمیگوید روز یکم روز دوم روز, روز سوم ولی آدم پیش از گیاه و پیش از جانور و به دست خود یهوه ساخته می شود که دست کم این بخشش نادرست است بخش پیشین باز اندکی درستتر بود چرا که پیش از آدم گیاه بود و جانور بود از دیدگاه دانشی که هم ما میدانیم که این هر دو پیش از پدید آمدن آدمی بر روی کره زمین پدید آمده بودند ولی در اینجا هنوز نه از گیاه نشانی هست و نه از جانور آدم ساخته می شود و سپس باقی قرص می شود و یهوه آدم را در اون باق می کنید. دیگر اینکه این باق که یهوه ساخت چنانچه گفتم در سرزمینی بود که امروزه عراقش می گوییم. چرا که در این دو داستان در این بخش این درود دجله و فرات آن باق را آبیاری می کردن. دهم فرمود گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور آقا درست مثل ببخشید من با پوزش میگویم درست مانند یک گاو یا گوسفند هر چه دوست داری از این باغ بخور گوارای جانت باشد و بماند ولی اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا هر که خور... آینه یعنی که خوردی خواهیم بود همین که از این درخت دانش خوردی خواهیم بود. این سخن نشان میدهد که خالق آدم پرسشگر و جوینده دانش و خرد ورز مانند این مانی گرامی خودمان را نمیخواهد مانی جان تو را نمیخواهد میدانی تو را نمیخواهد آدم چشم و گوش بسته و دبنگ از جنس همین حزب ها و ارزشی ها و وسیجه های خودمان و اون دیسترازانی که در لای سنگ های دیوار نطبه کاغذی فرو می کند. جانوری از جنس اینها میخواهد آدم نمیخواهد آدم دانش آموخته دانشورز ورس پرسشگر نمیخواهد و یهوه گفت خوب نیست که آدم تنها باشد ببینید در فرگرد یکم به یاد داشته باشیم که آدم و زنش را با هم خلق کرد در اینجا میگوید خوب نیست که آدم تنها باشد پس برایش موافق وی معاونی بسازم و یهوه هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین بسرشت و نزد آدم آورد تا ببیند چه نام خواهد نهاد و هر آنچه آدم هر زی حیات را خواند همان نام او باشد شما جرفای دبنگی را در این گزاره ببینید میگوید که خالق همه پرندگان و چرندگان و خزندگان و همه این حشرات را بیش از چهارصد هزار گونه تنها حشره بر روی زمین هست و این همه ماهیان دریا آبزیان را همه را یک به یک آورد پیش آدم گفت چه نام میدهی این را او گفت پروانه گفت خب به چه زبانی گفت به چه زبانی این را گفت همین امروز بیش از هزار زبان در جهان جاری است آیا به زبان پارسی گفت به زبان ابری گفت کدام ابری ابری کهن یا ابری امروز زبان آرامی گفت کدام آرامی به زبان بابلی نو گفت یا بابلی کهن آشوری نو یا آشوری کهن اکدی بابلی سومری به کدام یک از این زبان ها گفت آقا خرد ما را به بازی گرفتن یه قول دو قول بازی میکنن با خرد ما و بدا که ما پروانشان میدهیم که با خرد ما این گونه بازی کنن که همه را آورد یک به یک نشان داد به آدم گفت خب آدم جان حالا نام این چه بشود او گفت اولاق خب نامش شد اولاق آیا در زبان فرانسه هم شد اولاق در زبان آفریقایی هم شد اولاق آیا این ابوریجنال های استرالیا هم به او میگویند اولاق یا هر یک از اینها برابر زبان خود آن جانور را نام دیگری دهند پس این همه دبنگی بازی کردن با خرد ما برای چیست و بدا هم میهنانم بدا که ما مردم جهان نمیگویم تنها ما مردم ایران همه این یاوه ها را باور کردیم هر یک شنبه کلیسا هر شنبه بریم کنیسه و هر جمعه نماز جماعت و چگونه یک دیگر رو میکشیم حتی حتی چهارشنباش اون دیگر... من مونده برای من شما که بی... برنامه رو درست کنیم من اجازه میخوام برخورد این یهوه رو با زبان خیلی کوتاه بیان بکنم چون درست همینجا موقعشه که من این رو بگم وقتی که آدمیان برج بابل و شهر بابل رو بنا گذاشتند. این اومده در کتاب مقدس ترجمه خود اهل دین مسیحیت و یهودی میگه بخش یازده و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود خب و واقع شد که چون از مشرق کوچ می کردند همواری در زمین در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند در میان رودان یک جای مسطح پیدا کردند در آنجا سکنا گرفتند و ایشان را آجر به جای سنگ بود و غیر به جای گچ و گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد رسدخانه زیگورات تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم تا نامی از ما در جهان بماند مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم همه متمرکز باشیم در همین شهر و همین برج و همین دانش خدا تا اینو میفهمه یعنی یهوه و خداوند نزور نمود خودش نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردن ملاحظه نماید اومده برای حالا افتتاح نه ببین برای چی اومده و خداوند گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردن میگه ملت متحدی هستن زبانشون واحده با شروع کردن به آفرینش به ساختمان سازی و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد هر کاری دیگه بخوان میتونن انجام بدن اینا دست به دانش بده کردن شهرنشین شدن اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم به هم بریزیم تا سخن یکدیگر را نفهمند و پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده کرد که یک قوم واحد نباشند زبان واحدی نداشته باشند کار به کار مشترکی نپردازند را مستفاوض بشکندگی نفهمن این از التافه یهوه در برخورد با زبان شما ادامه بدید خب همینجا من میتوانم بپرسم مانی گرامی و شما هممی اگر این ستیز با آدمی نیست اگر این نبرد یا آغاز نبرد تمدن نیست چیست گروهی از مردم گرده هم آمدن میخواهند یک ساختمان بسیار زیبا برای رسد کیهان بسازند از آسمان پایین میآید از ترس اینکه مبادا اینها ساختمان را آنچنان بالا و بالا بسازن که او را خودش را از بالا بکشن پایین پس میآید پایین زبان این مردم را به هم میریزد اینها را پراکندی میکند چون از اتحاد مردم از همبستگی مردم میحراسد شما گمان نبرید که همین امروز تنها خامنه ای از پیوند مردم با یکدیگر میحراسد شما گمان نبرید که تنها حکومت اسلامی است که میانه کرد و بلوچ و ترکمن و آذری و پارس و بلوچ و جز اینها دیوار میکشد و اینها را اصلا پاره پاره میکند این بنیادش این پراکنده سازی بنیادش در همین دینهای های ابراهیمی است در همین داستان خوب خب در همین دنباله داستان پس آدم همه بهایم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد این همان دروغ بزرگی است که بخورد ما دادن و بدا که بس بسیارانی از ما این رو باور کردن لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد یعنی همون گونه که در نشست پیشین هم گفتم یا یا الوهیم یا هر چی که هست ماده اولاغی رو آورد دید نه نمی شود گوسفندی آورد دید نه نمی شود مرق و خروس آورد دید نمی شود هیچ جانوری با آدم جفت نمی شود ببینید آیا شما اگر نام این را یا دبنگی و نادانی و شوخی دست کم دست کم شوخی چه بگوییم نامشون خب هیچ یک از اینها موافق جنس آدم یافت نشون در اینجا باز می شود یا نیمی شود یا همون الله اکبر خوابی گران بر آدم مستوری گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و ال الیون آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخانهایم و گوشتی از گوشتم از این سبب نسا نامیده شود این واژه نسا چون همریشگی هست میان زبان آرامی عربی عبری و آشوری و کلدانی یک همریشگی هست در اونجا هم نسا گفته شده است امروز هم ببینید که در زبان عربی به زن میگوین همون نسا به سوره داریم به نام سوره نسا در قرآن از این سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد چرا نسا شد؟ برای که پاری از تن مرد است از انسان گرفته شد و باز به یاد داریم که در نشست پیشین هم گفتیم این نخستین گامه فرونشست یا فروپویی جایگاه والای زن هست در دینهای ابراهیمی. از همینجا آغاز میشه و تا یادم نرفته است در آین بهایی که خودشان را پیشرفته ترین میدانند هنوز هم به زن بگویند زل و زل یعنی استخوان استخوان دنده چرا این را گفتم یادآوری کردم که این پیوند این مهره های تصویر رو در یک رشته کنار هم بچینید تا برسید به این داستان وگرنه چرا در آین بهایی باید به زن بگوین زل دنده کدام دنده همین دنده همین از همین داستان خلقه پس این که میگویم هیچ یک از اینها آن دلیری نخواهند داشت آن گستاخی نخواهند داشت که بگوین نه من این نمیپذیرم همین که گفت نمیپذیرم دیگه با هم دکانش بسته میشود مسیحیت بگوید نمیپذیرم کلیسا بسته میشود و اسلام همین بی خوبون همه این دنها همین داستان دبنگانه و خردسوز خلقت است داستان زنستیز خلقت همه گرفتاری های ما, مردم از همین برمیاد این که من و مانی پایورزی کردیم که این داستان را باید بخوانیم رایش نکنیم برای همین و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند چرا چون دانشی نداشتند. درست مانند جانوران مگر جانوران نر و ماده از شرمگاه خود میشرمند مگر شرم داره ما هم آدم هم همین گونه بود و همسرش در اینجا فرگرد دوم به پایان میرسد و میرویم به فرگرد سوم یعنی باب سوم از همین کتاب خلقت در تورات و مار از همه حیوانات صحرا که یهوه ساخته بود هوشیارتر بود به زن گفت اینجا مار نماد ابلیس یا شیطان هم هست در این کتاب میگوید آمد به سوی زن و به زن گفت حالا چرا نرفت به سوی مرد دین کاران میگویند آقا نیمی توانست مرد رو بفریبد از این رو رفت سراغ زن چون زن ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص ایمان بود به فرموده علی در خطبه هشتاد نهج البلاقه از این رو هست که ابلیس یا شیطان در ریختار در ریخت مار رفت به سراغ زن چون میدانست که بر او چیره خواهد شد به زن گفت آیا یهوه باز شد یهوه حقیقتا گفته است که از کس درختان باغ نخورید ببینید ابلیس در اینجا نویسنده اندکی هوشیار بوده است نویسنده که تورات این گزاره را خوب جان انداخته است که مار میپرسد نمیگوید چنین کن چنان نکن میپرسد از زن که های براستی این یهوه گفته است از همه درختان نخورید به یک درخت ویشه اشاره نمی کند میگوید از همه درختان نخورید زن به مار گفت نه از میوه درختان باغ میخوریم یعنی با این پرسش زن به همگویی هم سخنی با ابلیس مینشیند. نمیگوید برو گم برو دو شو ای با اون بونی می نشینه. زن و شیطان می توانید جرفای دامنی این رو ببینید به کجا خواهد رسید چون زن از سرشت شیطان است زن به مار گفت از میوه درخت دان باغ میخوریم لاکن از میوه درختی که وسط باغ است یه گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید یعنی نه تنها ماری جان نه تنها نباید بخوری لمس هم نباید بکنید من بمیرید همین که لمس کردی درخت دانش رو خواهی مرد مار بزن گفت هر آینه نخواهید مرد نه عزیزم نگران نباش نخواهید مرد بلکه یهوه میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند یهوه عارف نیک و بد خواهید شد یک پرسش من همینجا از شما یاران خوبم دارم راستی شما به باور شما این مار این ابلیس این شیطان هرچه میخواهد نامش را بگذارید این دوست داشتنی تر است یا یهوه دست کم میگوید نه نه ترس از این درخت دانش عزیزم نگران نباش برو بخور همین که خوردی عارف نیک و بد خواهید بود من براستی دارم برای این شیطان بیچاره میسوزد حالا فردا خواهند گفت فلانی شیطان پرست است و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست یعنی خوشمزه به نظر میاد و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا پس از میوه‌اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او هم خورد آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد همین که نخستین گاز زدن با آن میوه حالا هرچی که بود چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که اوریانند نخواستین چیزی که دریافتند اوریانی خودشان بود خب این یک گامه بزرگی است در دانش پس برک های انجیر به هم دوخت سطرها برای خیشتن ساختند و آواز یهوه را شنیدن یعنی صدای پای یهوه را شنیدن شما باز هم یک بار دیگر آدم گونگی یهوه را در اینجا نشان میدهد دارد راه میرود در باغ صدای خشخش برک ها در زیر پای او و آواز یهوه را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ میخرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور یهوه در میان درختان پنهان کردند یهوه آدم را ندا در داد کجا هستی آدم کجا ای ببینید اینکه میگوید که یهوه می یا الله همه چیزدان است آقا در باغ خودش آدم را نمی بیند داد می زند آدم هوی کجایی گفت آدم گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که اوریانم پس خود را پنهان کردم یهوه گفت که تو را آگاهانید که اوریانید آقا از کجا فهمیدی که اوریانی آیا از آن درختی که تو را قدقن کردم که از آن نخوری خوردی آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم پیشتر هم گفتم این جرفای ناجوان بردی این نا آدم است که هیچ نشانی از آدمیگری ندارد همین که خود را در آستانه خطر میبیند یا خشم یهوه میگوید گناه من نیست گناه این زن است که او به من داد نمیگوید آری ما هر دو با هم رفتیم و هر دو با هم خوردیم دست کم نیمی از گناه را به گردن خود بگیرد همه را یک کاسه به گردن زن بیچاره میاندازد او بود که از آن میوه به من داد و من خوردم پس یهوه به زن گفت این چه کار است که کردی زن گفت مار مرا اقوا کرد که خوردم. حالا او هم گناه را امداه کردن مار بیچاره. پس یهوه به مار گفت حالا نگاه کنید سر به سر گذاشتن یهوه با مار. یا هر چی بنامید ابلیس، شیطان، احریمن هر چی. می کند با او، هم سخن می‌شواد. می‌گوید چون که این کار کردی از جمیع بهایم کدام کار این خلقت مرا این خلق کرده های مرا با میوی دانش آشنا کردی اونها را دانش آموختی پس از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعونتر هستی اینجای صد سینه سخن هست من نمیدانم مگر دیگر حیوانات ملعون بودند که این یکی از همه آنها ملعونتر است نگاه کنید نگاه این نویسندگان تورات رو به جهان هستی یعنی از دید اینها همه این باشندگان همه این زیستمندان همه ملعون بودن حالا این مار ملعونتر شد بر شکمت راه خواهی رفت یعنی از این پس بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد خب از این سخن چه میفهمیم میفهمیم که مار پیش از اینکه زن رو برانگیزد به خوردن میوه دانش بر روی شکم نمیرفت حالا من نمیدونم چهار دست و پا داشت چگونه راه میرم و بعد از این پس خاک خواهی خورد شما هم میهرانم ماری میشناسید که خاک میخورد ولی میبینیم که مارها همه دیگر دیگرگونه دارند تخم جانوران میخورند مارهای بزرگتر جانوران بزرگتر میخورند پس این که میگوید تو این مار باید از این پس خاک خواهی خورد اینها را چرا با استادگی روی این واجه ها میگویم بلکه نشان بدهم این نویسندگان دین همه نامه های دینی تا چه اندازه دبنگ بودند و ما مردم تا چه اندازه دبنگتر بودیم و هستیم که به این یاوه ها باور میکنیم اینا رو و اداوت دشمنی در میان تو یعنی مار و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذار یعنی نسل های آینده تو و نسل های آینده زن دشمنی میگذارن میان شما دوتا او سر تو را خواهد کوبید یعنی زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید از این گزاره از این فراس کشیشان بهره دیگری برمید اینجا پا به میدان میگذارند و میگویند که مار همان شیطان است اگر این سخن از من باور نمی کنید بروید به کلیساها ها دست کم کلیسا های نوبنیاد و از نومسیحیان بپرسید آنها به شما همین خواهند گفت که مار همان شیطان است و زن همان مریم مادر ایساست که الیون میان این دو یعنی میان مار و مریم مادر ایسا دشمنی گذاشت که شیطان پاشنه مریم را بکوبد و این پاشنه کوبیدن همان بر چلیپا کشیده شدن عیسی مسیح است و اینکه زن سر مار را میکوبد این است که با کشته شدن عیسی بر روی چلیپا شیطان شکست میخورد و گناه از روی زمین برداشته میشود. و به زن گفت علم یعنی درد رنج و حمل تو را بسیار افزون گرداند یعنی زایمان تو را با سختی رو برو خواهم کرد با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد چندین بار گفتم و یک بار دیگر میگویم که این همون سرچشمه یا نخستین سنگ پایی فروپویی زن هست در دینهای ابراهیم چه در مسیحیت که پولس رسول میگوید زن را اجازت نمیدهم سخن بگوید صدای زن نباید شنیده بشود چرا چون میگوید که به همین جا آدرس میداد چون زن بود حوا بود که فریب خورد آدم فریب نخورد چون حوا فریب خورد پس من پولس رسول در کلیسای مسیح زن را اجازت نمیدهم صدایش شنیده بشود خفه و به آدم گفت چون که زودت را شنیدیم و آن درخت خوردی که امر فرموده گفته بودم نخوری پس به سبب تو زمین من اون شد و تمام ایام عمرت از آن بارنج خواهی خورد خار و خست نیست برایت خواهد یانید و سبزه های را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد نه آنگونه که را آرام بودی مانند گاو میشریدی در این, این باقستان من از این پس اینگونه خواهد بود تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک برخواهی گشت و آدم زن خود را حوا نام نهاد زیرا که او مادر جمیع زندگان است و ال الیون رخت رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را الالیون ال الیون گفت این،, این, فراز بسیار بسیار مهندس است که خوب باید گوش کنیم حالا ال الیون ال ال یا یهوه گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است روی سخن با کیست؟ روی سخن با دیگران چون یکی نبود این دروغ بزرگی که به خورد ما میدهن یک تا پرستی یک تا پرستی آقا یکی نیست الهیم ها هستند الیون رو به آنها می کند می گوید که همانا انسان مثل یکی از ما شده است یکی از ما ببینید فریب نخورید که می اینها دین های یک تا پرستی است نیست در خود تورات خواهیم دید در آینده که یهوه یکی از پروردگاران به ویژه پروردگار بنی اسرائیل است و در رزم است با دیگر پروردگاران یا با دیگر الهان اینجا میگوید گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک کردید بد که اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد آقا از دانش که خورد دانشمند شد مبادا که برود از درخت زندگی هم بخورد تا ابد زنده بماند پس ال الیون او را از باغ عدن بیرون کرد پس اون کلا از باغ انداخت بیرون تا کار زمینی را که از آن گرفته شده بود بکند برود کشاورزی پس آدم را بیرون کرد و به طرف باغ شرقی عدن کروبیان را مسکن داد همه فرشتگان را آورد گذاشت اونجا و شمشیر آتش باری را مانی جان خواهش میکنم اینها را به یاد داشته باشید کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد تا طریق حیات درخت حیات را محافظت کند این نخستین بار در کارنامه ادب جهان است که از شمشیر سخن به میان میرود شمشیری در کار نبود کسی با کسی دشمنی نداشت برای نخستین بار جنگابزاری به نام شمشیر در ادبسار جهان راه پیدا از زبانی که از زبان یهوه یا خالق آن هم نه از دهان سعد و وقاص یا چنگیز خان مقل یا تیمور لنگ و نه از یک شمشیر ساخته شده از آهن بلکه شمشیر آتشین و برآمده از زبان خالق در ادبسار جهان اکنون به این به اینکه چرا این همه ناهماهنگی و پریشان در این داستان ها دیده می شود ماری جان چند دازه زمان هست که من این سخن رو برابر زمان جا بدم نمیخوام در... زمان به پایان برسد من نگفته باشم بله شما بس روز ب... پایان ببرید یعنی تا پایانش برید برای اینکه ناقص نمونه دو هفته هم که نیستیم بله در این برنامه این که راحت سخنتون رو بسیار, بسیار. خب این نوع و پریشانگویی را در داستان نوح و برخی دیگر از داستانهای تورات هم خواهیم دید برای شناخت بیخوبون این پریشانگویی کدام پریشانگویی که در باب یکم گونه گفت و در باب دوم گونه دیگری یعنی دو باب چسبیده به یکدیگر باب یکم و باب دوم هر دو یک داستان را گزارش میکنن ولی با دو ریختار گوناگون هم ریخت نیستند همسان نیستند همانند نیستند با هم اختراف بسیار یک داستان در یک کتاب در دو برگ چسبیده به یکدیگر من این را میگویم گویم گوی خب نگاهی به تاریخ یهود اگر داشته باشیم ریشه اینها را خواهیم شد من با شتاب نگاهی خیلی شتابالود خواهم داشت به, به تاریخ یهود سلیمان پسر داوود پادشاه توانمند اسرائیل نزدیک به هزار سال پیش از ایسا چشم از جهان به جهان گشود و در سال 970 پیش از زایش بر کرسی پادشاهی نشست و در سال 925 پیش از ایسا رخت از جهان برکشید و کول بار سنگینی از رنج برای مردم خود بر جای گذاشت پادشاه توانمندی که می بایست درفش دار آرمان های مردم خود باشد را که به زور تیق و تازیانه از دسترنج مردم خود گرد آورده بود همه را بر جای گذاشت و به جهان مردگان شتافت ولی دو خانه بساخت با تیق و تازیانه با تازیانه کشیدن برگرده مردم بیگاری چند،, چند, سال بیش از ده سال مردم رو به بیگاری کشید تا کارهای سنگبری انجام دهند درختان سر و لبنان رو ببرند و از لبنان بیاورند به اورشلیم و در آنجا نیایش کده ای برای یهوه بسازند همان است که امروز هم نشانه های از آن برجاست و پس از آن خانه ای برای خود ساخت باز به با همین شیوه به همین شیوه تازیان و تیق بر گرده مردم کشیدن بدون که پولی بپردازد بیش از ده سال خانه ای بسیار باشکوهتر از خانه یهوه برای خود ساخت ولی سرانجام چشم از جهان فرگوب است و همه آن رنج را برای مردم خود بر جای گذاشت همین یک بار دیگر میخوام این پرانتز باز کنم همیهنانم من با یهودیان نه تنها سر دشمنی ندارم بلکه با صدای بلند میگویم یهودیان به ویژه یهودیان همیهنم, را بسیار بسیار دوست میدارم و اگر همکنون از من بپرسید که کدامین تبار را میهن پرسترین و ایران پرستترین تبار میشناسم در میان همه تبارهای ایرانی بیدرنگ خواهم گفت یهودیان بیدرنگ خواهم گفت یهودیان بیش از همه دیگر تبارهای ایرانی ایران را دوست می‌دارند و به ایران خدمت کردند هنوز هم همچنین است پس این دکتر را رو روشن میخواهم بکنم که اگر سخنی گفته می شود سخن با دینگزاران این مردم بیچاره است خود این مردم که امروز ما آنها را یهودی می دانیم بیش از همه دیگر مردم جهان رنج بردن از این دین کاران خودشان از این آین خودشان هنوز هم رنج می خب پس از در گذشت سلیمان یکی از پسرانش به نام رحب آم بر کرسی پادشاهی اسرائیل نشست البته چگونه درست همانند پدرش پدرش سلیمان برای دستیابی بر کرسی پادشاهی که بتواند بر جای پدر بنشیند همه برادران خود را کشت همه برادران خود را نه تنها از یک از مادر خود بلکه از زنان دیگر که همسران داوود بودند همه برادران را بکشت و تنها ماند و نشست بر تخت پادشاهی اسرائیل پسرش رهاب آم همین کار کرد همه برادران را خود را بکشت و به تنهایی بر تخت پادشاهی اسرائیل نشست جوانی بسیار بزهکار بسیار بدمنش بزرگان و رشپیدان سپیدان خاندان اسرائیل پس از در گذشت سلیمان و بر تخت نشینی او و گفته مسلمانان برای که با او بیعت کنند رفتند و گفتند که بزرگا پادشاه ها پدرت سلیمان در سالهای سلطنت خود باجه های بسیار سنگین و کمر شکن بر مردم گذاشت و سامان زندگانیشان را در هم شکست این مردم سامان زیستن دارن آنها از, از هر گونه توانایی انداخت در هم شکست این مردم اکنون که او درگذشت و تو بر جای او نشستی شایسته است که تو اندکی از این بار ستم بکاهی تا مردم دمی تازه کنند ولی شاه جوان رهب آم در پاسخ و بزرگان گفت اینها را میخوانم از خود توی پدرم یوق شما را سنگین کرده بود شما یعنی مردم پدرم یوق شما را سنگین کرده بود اما من یوق شما را زیاده خواهم کرد اما نبرید که من بر شما ره خواهم فرسید نه پدرم شما را به تازیانه ها تنبیه نمود اما من شما را به اقرب ها تنبیه خواهم کرد یعنی بیش از پدر برای شناخت بیشتر نگاه کنید به اول پادشاهان در تورات اول پادشاهان فرگرد دوازدهم از تورات دنباله داستان رو در اونجا خودتان بخوانید این پاسخ ناجوان مردانه از توی این جوان ناپاک دل انگیزه فروپویی و تباهی آن مردم کوشنده که ریشه در جرفای روزگار داشتند را فراهم آورد یعنی نخستین گامیه فروپویی و سیه روزگاری مردم یهود از اینجا آغاز شد گروهی از مردم با شنیدن این سخن بر پادشاه جوان شوریدند و جدایی خواهی و ستیز برادران با یکدیگر در میان افتاد این کسانی که امروز دنبال تجزیه ایران هستن اینها را خوب گوش کنند بدین گونه آن گرد باد ویرانگری که در پی زشتکاری های سلیمان به پسرش رحب آم پدید آمده بود کشور یک پارچه اسرائیل را به دو بخش ستیزنده با یکدیگر از هم پاره کرد نخستین تجزیه در کارنامه جهان ده تبار از دوازده تبار بنی اسرائیل میدانید که بنی اسرائیل دوازده تبار یا دوازده طایفه هستند از دوازده پسر یعقوب اینا رو میگن بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل اسرائیل کیست همون یعقوب نوه ابراهیم خب این دو بخش کشور دو بخش شد ستی زنده با با کرد ده تبار از دوازده تبار بنی اسرائیل که کسی دیگری را به پادشاهی برگزیدند و در بخش شمالی کشوری جدا سرد پدید آورد و همان نام پیشین اسرائیل را برایش به کار بردن و شهر زیبا و باستانی شکیم که در 23 کیلومتری یا سه مایلی اورشلیم بود را پایتخت کشور خود کرد بخش جنوبی که زیر فرمان روای راهب آن مانده بود چون تنها خاندان یهودا و بنیامین در آن مانده بودن یعنی تنها دو تبار آنجا را گفتن کشور یهودا و اورشلیم که پیشتر پایتخت همه آن سرزمین باستانی بود اکنون پایتخت این کشور کوچک و نوبنیاد شد یعنی اورشلیم همین تپه اورشلیم شد پایتخت کشور یهودا نه کشور اسرائیل کشور اسرائیل اندک آن سوتر شد دو کشور یهودا و اسرائیل و این دو به نبرد با یک دیگر برخواستن. هر یک دیگری را کوبیدن به گونه آن سرزمین باستانی که آرمان شهر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی بود به دو بخش ستیزنده از هم پاره شد این پارگی که تنشهای های بسیار بسیار پرمرک در آورد آغاز فروپویی بنی اسرائیل و روزگار بدهنجاری است که بیش از دو هزار سال به درازا کشید یعنی این پتیارگی این زشتی یک شاه جوان دو هزار سال ملتی رو در جرفای تیر روزگاری فرو برد هنوز هم امروز اگر بخشی از مردم یهود رنج میکشند هیایند ستم باریگی های همون و پسرش شمان. این نخستین تجزیه در کارنامه جهان و آموزی ایست همیهنانم برای آن اندک شمار پتیارگانی که آرمان تجزیه ایران را به سر بدانند که چه خواهد شد تنهای به کوتاهی میخواهم بگویم و بگذارم و با خنده چون این بپنداریم که آذربایجان و کردستان دو کشور جداسر شدند شما گمان میکنید کار به پایان خواهد رسید نبردی سهمگین میان کردستان و آذربایجان در خواهد گرفت که این مهابات مال من است اون خواهد گفت نه مال من است و جنگ و کشورهای دیگر که به هر دو جنگ افزار خواهند فروخت همان گونه که در جنگ هشت ساله هم به ایران و هم به عراق اسلحه فروختن میخوام بگویم که در اندیشه جدا سری ایران نباشید این سرنوشت کسانی است که دنبال این گونه زشکاری ها باشند در سال 733 پیش از اسرائیل با سوریه همپیمان شد و حراسی بزرگ برای کشور جوان یهودا که در اورشلیم در این تپه اورشلیم بود فراهم آورد دولت یهودا از دولت آشور درخواست یاری کرد شما نگاه کنید چه می شود دو برادر با یکدیگر در رزمند یکی می روید از پادشاه بیگانه پادشاه آشور درخواست می کند که بیایید ما را یاری برسانید این برادران ما را بکشید شلمانسر پادشاه آشور سپاه کشید و سراسر سوریه و سور و فلسطین و اسرائیل را باج گذار خود کرد او دیگه نیامد بگوید که این خوب است آن بعد همه را, همه را زد و گفت همه شما باید به من باش بدهید چرا؟ چون هر دو ضعیف شده بودن هر دو ناتوان بودند سرانجام در سال 572 ببخشید 597 پیش از آیش پیش از میلاد نبوکت نصر پادشاه بابل در یک یورش بدهنجار هر دو کشور اسرائیل و یهودا را در هم کوبید و همه بازماندگان خاندان اسرائیل را همه با هم همه را با هم به بابل برد با. در سال 539 پیش از آیش، کروش بزرگ با سپاهیان بیشمار خود به بابل درآمد و بند اسارت از پای فرزندان اسرائیل گشود و آنها را در ماندن در ایران یا رفتن به سرزمین خود آزاد گذاشت گروهی از یهودیان به نیابوم خود بازگشتند و گروهی در ایران ماندند که هنوز هم و یکی از میهن ترس‌ترین تبارهای ایرانی به شما می روید که در گیرودار جنگ خانگی و سپس لشکرکشی های آشوری و بابلی‌ها، ها بزرگی از تورات و دیگر بنمایی های دینی از میان رفته بود یعنی هنگامی که یهودیان در بابل در اسارت بابل بودن توراتی در کار نبود همه چیز از میان رفته بود اکنون پس از آزادی و بازگشت به خانه اونایی که بازگشتن به اسرائیل نخستین بایستگی این بود که تورات را باز بنویسند چرا که انگاری بدون تورات نمیتوانستن زندگی کنند میبایست نخست کنیسه ها بازسازی شوند اون خانه یهوه هیکل یا نیایشگاه اورشلیم بازسازی بشود و تورات باید بازنویسی میشد ولی توراتی در کار نبود همه از میان رفته بود خب چه کنیم رفتن به سراغ سالخوردگانی که از تورات نخستین چیزهایی به یاد داشتند پیرمردها پیرزنها گفتن خب شما بیایید انجمنی فراهم کنید از نو دوباره بنویسید تورات اینجا باز هم همان ناسازگاری پیشین رخ داد یعنی چه همان دو گروه یا دو پاره نخستین یعنی یهودا و اسرائیل باز روی در روی یکدیگر ایستادند با اینکه با هم جنگیده بودند هر دو با هم به اسارت رفته بودند اکنون که از اسارت بازگشتند به دست کرش بزرگ برای نوشتن تورات باز هم رو در روی یکدیگر ایستادند ه... یک حکومت را پرازنده تر از بازنویسی تورات دانستن خب ما بهتر میدانیم نه اون چه تو میگویی درست نیست آن دیگری گفت نه اون چه تو میگویی یاوه است خب پس چه کنیم با پادرمیانی بزرگان چون این نهاده شد که هر دو گروه بنویسند و داستانها را به هم بیامیزند. جنگی در کار نباشد نبردها رو زمین بگذارن به جای نبردیدن با یکدیگر که آزمون بسیار بدی بود پس آقا بنویسید شما بنویسید شما هم بنویسید حالا هر دو رو با هم در یک کتاب جا میدن خب چون این شد چون این شد که داستان خلقت و داستان طوفان نو یا طوفان بزرگ و بسیاری داستان های دیگر دچار این دوگانگی شدند اگر طوفان نوح رو هم بخوانید در یک جا خواهید دید که چنین شد یک برگ آنسوتر خواهید دید که چنان شد و این دو با هم سازگار نیستند برای نمونه یک جا میگوید که کشتی 157 و و روز این البته شمارش درست به یادم نیست ولی چنین فرض کنیم 157 و و روز بر آب بود دو, ست دو ست می گوید، صد میگوید نه 119 روز در جایی میگوید کبوتر پرواز شد در جایی میگوید در جایی میگوید برگ چنار با خود آورد در جای دیگری همونجا میگوید نه برگ درخت زیتون دوگانگی بسیار بسیار فراوان است در میان بخش های نخستین تورات چرا چنین است اینا رو میگویم برای جوانانی که اگر میخواهند این داستان های تورات رو پی بگیرند آشنا بشوند که این دوگانه در یک داستان از کجاست ولی نکته بسیار شایان جرفنگری و اندوه جرف این است که یهودیان از همون هنگام تا به امروز این یاوه ها را باور داشته اند و مسیحیان که خود من یک مسیحی زاده هستم همه این یاوه پردازی ها را نوشته روح القدس می دانند آقا تا بگویی میگن نه این به هدایت روح القدس نوشته شده است آقا این نادرست است میگویند نه آقا آنچه تو میگویی نادرست است آقا جهان میلیاردها سال پیشینه دارد میگوید نه در کتاب مقدس گفته شده است پنج و و و دو سال همین است اگر این نیست دانش شما غلط است آنچه که در کتاب مقدس آمده درست است چرا که به هدایت روح القدس نوشته شده است هیچ واجه این نیست در این کتاب در این کتاب مقدس که به هدایت روح القدس نبوده باشد. خب مسیحیان هم همه این یاوه ها رو باور کرد مسلمانان همین داستان خردسوز خلقت و داستان نو و داستان ایوب و داستان خروج بنی اسرائیل از مصر و نبرد دبنگانی یهوه با فرعون را با اندک دستکاری در شیوه نگارش در قرآن جا داد و سامان ادبی داستان ها را به هم ریختند یعنی چه یعنی اگر شما هر یک از این داستان ها رو در تورات نگاه کنید همان داستان را در قرآن نگاه کنید بی نگر به این که چه اندازه درست است یا خرسوز است با اینها کاری نداشته باشیم داستان ها در تورات از یک سامان و هنجار بسیار برازنده ادبی برخوردار یعنی داستان از یک جا آغاز می شود در یک جا به پایان می رسد یک سامان ادبی دارد اینها رو مانی خیلی بهتر از من می تواند گزارش کند ولی در قرآن چنین نیست در قرآن همین داستان پریشیده شده است پراکنده شده است شما برای ساخت و بافت این داستان خلقت اگر بخواهید یک جا بیرون بکشید باید بخش بزرگی از قرآن را زیر رو کنید یک آیه اینجا یک آیه آنجا یک آیه در این سوره بخشی در اون سوره اینها رو گرده هم بیارید به هم بشسبانید به شاید یک داستان یا داستان نوح همین گونه یا دیگر داستان ها داستان نبرد یهوه یا الله با فرعون و بلاهایی که بلاهای دوازده گانه ای که یهوه در نبرد با تمدن جهان باستان جهان مصر این نبرد از اونجا آغاز شد نبردی بسیار 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 بدخیم بسیار زیانبار که امروز باید اینها رو بشناسیم همه اینها در تورات از یک سامان ادبی برخوردار است در قرآن آن شیرازه از هم پاشیده است اون سامان ادبی ادبی استاها است خب من جان گمان میکنم تا همینجا بس کنیم که بیش از این دوستان رو مانده نکنیم تا من بروم و برگردم و این داستان ها رو با هم پیخواهیم کرد بله مانده نباشی امیدوارم که ده... تندرست باشی و پر انرژی مانند همیشه ما دو هفته این برنامه رو نخواهیم داشت تا شما برگردید و ادامه بدیم از شکیبایی شما بینندگان هم سپاس که با ما همراه میمونید هر جا دیدید که در نیمه های برنامه خسته میشوید میتوانید ببندید بروید فردا و زمان دیگر دنبالش رو بشنوید تا همش رو شنیده باشید و دیده باشید امیر جان درود فراوان سفر خوش به امید دیدار دوباره سپاس بیکران بترود